سلام. بازم خواب دیدی؟ بیا اینقدر خودتو اذیت نکن. بهتر مثل اینکه سطح هوشیاش بالا اومد. چطوری آدم میتونه با بچه خودش این کارو بکنه؟ خاله زهره خیلی از دست آقا داوود ناراحته. مرزا یا شای خالته چه فرقی میکنه؟ همین دیگه، آدم عاشق نمیتونه همچین کاری بکنه اگه نه خود و ذاتش نمیذاره. حالا که کرده حتی به بچه خودش هم رحم نکرد. حرف منم هم همینه بایده، یکی داشته بهش خط میداده. چی عوض میکنه؟ این همه آدم بدبخ شدن. بده من. صبح بخیر. سلام. سلام. بهتری؟ آره خدا رو شکر. کار میکنی؟ باشم کمکت. نمیخواد تو بشی، ما خودم کارا رو انجام میدیم. نگران نباش، طلبه ها میان کمکت. کار بازار مثل چای آب میمونه. میتونی کاسه کاسه ازش برداری و بخوری. آب که به اندازه کاسه باشه سیرابت میکنه، ولی اگه طمع کنی و بخوای بپری توش معلوم نیست سلامت بیرون بیایی. اینا رو دم به دقیقه به هم میگفتی، اما من گوش شنوا نداشتم، دنبال پریدن بودم، دنبال چهار پله یکی کردن. خدا بیا مرزتت آقا جون. میدونم سالگرد بابات خوبه، آمار تک تک مرده ها رو داری. من شدم نگهبان مرده ها، هر روز صبح از این سر قبرستون تا اون سر قبرستون سرشماری میکنم نکنی یه وقت یکیشون کم بشه. مرده ها کم میشن؟ تو میگی نمیشن؟ نه مرده ها زیاد میشن هر روز. امسال یه هایی یاد بابام افتادم، گفتم براش خیرات کنم بلکه دعام کنه. بیا براش فاتحه میخونی؟ اینا رو هم که نبی براش فاتحه میخونی دست درد نکن. آقا مصطفی چاییت به راهه؟ بله. سرشون بدن پس قندش کن. تو گفتی چایی میخوام، نگفتی قندن میخوام. خب وقتی میگم چایی یعنی با قند دیگه. خیلی وقت اینجا من قبل میکنم، اسم من که میاد مرگم دنبالشه. خیلی خوب بود بیادم بودی و برام خرت پرت آوردی، ولی وقتی یاد منی یاد اون دنیا هم باش، یاد مرگم باش، که اگه نباشه انگار چایی بی قند خوردی. صدیقی هستم. سلام. تو این مدت خیلی منتظرتون شدم یه سری به پرورشگاه بزنید. البته حد زدم گرفتار باشین، به خاطر همین مزاحم نشدم. پرورشگاه؟ پرورشگاه امام علی موقوفه حاج حبیب انصاری. در جریان نیستین؟ آها چرا، فرصت نکردم بیام. هر سال عاشورا صبح اول وقت بچه‌ها رو میاریم اینجا، از صبح میشینن تا عزاداری شروع بشه. قدیما خود حاج آقا اینجوری می‌خواستن. خدا رحمتشون کنه. بعدش هم که حاج خانم.
ببخشید برم مراقبشون باشم، حواسم بهشون نباشه اینجا رو میذارن رو سرشون. ببخشید خانم انصاری. فاطمه بعد از شنیدن صدای فوق برای اون پیغام بذاری. الو زهره خانم. الو جوابمو نمیدی؟ از وقتی بیماریت اوت کرد و دیگه نتونستی از ویلچرت بلند شی با خودم فکر کردم هرچقدم که زهره رو دوست داشته باشم نمیتونم شرایطی رو که داره تحمل کنم. از خدا خواستم کمکم کنه. از خدا خواستم عشقی رو که نسبت به تو دارم چند برابر بکنه. تا بتونم سختی های زندگیمون رو نبینم. بعد از اون هر کاری که برای تو میکردم همش لذت بود. اینکه خدا منو توی یه موقعیتی قرار داده بود که به عشقم خدمت کنم برام همه چیز بود. نمیدونم شاید به صبر خودم مغرور شدم، شاید به عشقی که بهت داشتم مغرور شدم. فکر کردم خدا منو توی یه امتحان سخت انداخته که ازش سر بلند اومدم بیرون. غافل از اینکه به قول حاج آقا شهیدی امتحان اصلی رو نفهمیده بودم. نفهمیده بودم که از کجا قراره بخورم. آقا ماشاءالله. یا بکشیمه. اخوی بکش. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا رحمان و یا رحیم، عالم همه قطره‌اند و دریاست حسین، خوبان همه بنده‌اند و سلام هدا خانم. سلام آقا رحیم. سلام رسوندن، گفتن از طرفشون ازتون خواهش کنم امروز یکم صبورتر باشید. آقا رحیم سلام، برسونین بگید امروز روز خوبی برای صبر کردن نیست. آخه آقا رحیم میگه بفرمایید. خوش آمدید. از بس که کرم دارد و آقاست حسین، بر جمال محمد صلوات. ترسم که شفاعت کند از قاتل خیش، از بس که کرم دارد و مولاست حسین. فکر میکردم فقط پلیس‌ها و پرستاران که روز عاشورا هم سر کارن. بازار تعطیله. همه مردم رفتن پای منبر حاج آقا شهیدی. شما نمیرین؟ مگه برای فیض بردن از روزه امام حسین فرقی میکنه که پای منبر کی باشی؟ نه فرقی نمیکنه. فقط بعد از مدت‌ها که حاج آقا سکوت کرده بودن، مردم مشتاقن ببینن نظر ایشون در مورد اتفاقات شهر چی بوده. خودت چرا نرفتی؟ اومدم حرفامو با تو بزنم بعد برم. خیلی دلم میخواست که امروز با حکم و دستبند میومدم سراغت، چون میدونم تو پشت همه این ماجراها بودی. تو بودی که حمید مرادی انداختی جلو، تو بودی که برای محمد حسین پاپوش درست کردی، این تویی که با اون خزایی میخواین کارهای بزرگ بزرگ انجام بدین و از هیچ کسافتکاری هم دریغ نمیکنین. اما حیف که دیگه مدرک کافی علیت ندارم، زمان کافی هم برای اثباتش ندارم، چون منتقلم کردن و باید از اینجا برم. خوشحال نباش، کار تو دیگه تمومه، کار اون کله گنده هایم که پشت این ماجرا بوده تمومه. آنو کرای آقا عبی عبدالله، آدل سوخده ها آپیر غلام آی آقا عبی عبدالله، همه صدا بزنید حسین 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 حسین.
علما فضلا منو ببخشن. زهره عطش زهره عاشوراست، بی بی زینب کتابه داره با برادر ودا میکنه، میگه قبل رفتن چند تا مطلب میگم به داداش، اینا رو گوش کن بلکه من کمی آروم بگیرم. وقت جدایی رسیده، زینبی که از برادر هیچ وقت جدا نشده براش میخونه، با خواهرت برای بدنت فاتحه بخوان، با خواهرت برای بدنت فاتحه بخوان، با اشکهای دل شکنت آزاد کن. آقا حسین حسین تا چند که گرگ ها نرسیدن یوسفم، تا چند که گرگ ها نرسیدن یوسفم، با من برای پیروهنت فاتحه بخون. قربونت برم داداش، من میدونم قرار چه اتفاقی بیفته، تا گیر تیغ و نیزه الله اکبر، تا گیر تیغ و نیزه نیفتاده بیا بر عضو بدنت فاتحه بخون. همه بگید و سه نبام ابی عبدالله. وقت وداع تموم شده، آقا رفته برای جنگ، بی بی زینب ام المصیبه بالای تل زینبیه وایساده، داره دنبال برادر میگرده، هی این ورا نگاه میکنه، هی اون ورا نگاه میکنه. یه وقت دید قوقایی به پاست، اون نانجیبا با نیزه میزنه، اونایی هم که نیزه ندارن با سنگ میزنن. آقا حسین آی 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 آی. سلام آقای میرزایی. سلام. خدمت رسیدم عرض بکنم که حاج آقا شهیدی فرمودن حتما تو روزه شرکت بکنید. ایشون گفتن تو روزه امام حسین در بروی همه بازه، شما هم که همیشه پای ثابت بودین. با اجازتون. تماس تازیانه هر تنی آزرده بود،
صحنه را عباس اگر میدید بیشک مرده بود. قربون غیرتت برم آقا عباس. آی 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 اشم را جالسون علا صدره. یا الله یا الله اشم را جالسون علا صدره. نشسته که وقتی بی بی زینب بالای سرت میاد میپرسه انت اخی انت اخی تو برادر منی یا نه. بالای نیزه نگاه کرد سر بابا رو دید از خجالت روش نمیشد ناله کنه. چی بگم بابا قد عذاب دادن این نارنجیبا دیگه من نمیتونم ناله کنم گله کنم. بر جمال محمد و کمال علی صلوات. اجرتون با آقا ابی عبدالله بفرمایید. خاتم انبیا محمد مصطفی صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد.
از تماس تازیانه هر تنی آزرده بود، صحنه را عباس اگر می دید بیشک مرده بود. قربون غیرتت برم آقا عباس، آی 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 آی. از همان ساعت که سقا رفت سوی القمه، حال زینب مثل زنهای برادر. مامان میرزایی حتی اگه گناهکارم باشه که هست، اگه همین آدم آبروی تو محمد حسین رو نبرد، اگه حاج آقا شهیدی رو خونه نشین نکرد ها؟ میدونم، اما مردم اینجا برای عزای حسین جمع شدن، خوب نیست هر کاری دلمون میخواد انجام بدیم. الله اکبر. تا گیر تیغ و نیزه نیفتاده بیا بر عضو بدنت فاطمه خان. وقت وداع تموم شده، آقا رفته برای جنگ، هزار و نهصد و چند زخم بر تنش، اما سنگ دلی میگفت هنوز جا دارد، سنگ دلی میگفت هنوز جا دارد. همه بگید چی تا جواب میشه یه زحمت بکشین شما تشریف ببرین بالای منبر. من برم؟ من برای چی برم؟ مادر مائده ممکنه مجلس رو به هم بزنه. شما مگه با ایشون صحبت نکردین؟ برو حاج آقا، برو رو منبر، طولشم بده، باید هر جور شده وصلش کنی به زور، اینجوری کاری دیگه دستش بر نمیاد. من خودم اومدم بشینم پای منبر حاج آقا شهیدی. حاج آقا شهیدی که نیومدن، ممکنه مثلا نیاد. برو رحیم، تو رو خدا برو. بزار رو دوشم، ام منو بغل گرفت، خودش کتک خورد، حتی میون ناله هاش اسم تو آورد. امه نزاشت اون نانجیب به تو. باور کنین الان وقت بشه وسط مراسم من خودم به فکرم. شما یه لحظه آقای شهیدی، ما که شما رو بخشیدیم، شما ما رو حلال کنید. یعنی چی؟ یعنی اینکه مهندس جون نمایندتون پولو به حساب ما ریخ، از اینکه تو این محرمی طلب ما رو دادی خدا خیرت بده. نماینده ما؟ بله، همون که دیروز زنگ زد گفت از طرف شماست. بله. یعنی پول شما رو کامل تصفیه کرد؟ هم پول ما رو هم پول بقیه رو. پول بقیه رو هم دادم. شما بقیه تماس گرفتی دیگه؟ آره تماس گرفتم. دستتون درد نکنه واقعا. پول همه رو ریختم. خدا رو صد هزار مرتبه خدا رو شکر. دلم میخواد هی ببینم سایه تو پیشه کی، ازم پرسید کیه بگم بابامه، هر کی ازم پرسید کیه بگم بابامه. دشمنت کشت ولی نور تو خاموش نگشت، آریان جلوه که فانی نشود نور خداست. برای خوشنودی آقا امام زمان صلوات.
لایوم کیوم کیا ابا عبدالله، برای شادی ارواح طیبه شهدای کربلا اجماعا صلوات قرایی ختم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابو القاسم مصطفی احمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم ولله جنود السماوات والارض وکان الله علیما حکیما. برای سلامتی علمای اسلام اجماعا صلوات. جایی که آب هست تیمم جایی ندارد. حاج آقا بفرمایید. همه اینجا جمع شدن که از منبر شما کسب فیض کنه. بنده فقط داشتم انجام وظیفه میکردم. بفرمایید. خوشنودی آقا امام زمان صلوات. ادامه بدید، استفاده میکردی؟ آج آقا من داشتم درس پس میدادم. بفرم بفرم. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم. سلام علیکم. سلام. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله. امروز نباید زیاد حرف زد، امروز باید کوتاه حرف زد، چرا که امروز روز حزنه، امروز باید گریه کرد، باید گریه کرد برای شهادت کسی که هیچ وقت دلش نلرزید، برای شهادت کسی که به دشمنانش گفت اگر دین ندارید آزاده باشید، برای شهادت کسی که سالار شهیدان بود. آرزو می کردیم که در روز عاشورا بودیم، آرزو می کردیم به کربلا برویم، اما عاشورا آمد و همه روزها را گرفت، کربلا آمد و همه زمین‌ها را تصرف کرد، مقصد آمد ما نرفتیم، ما دلمون رو گره می‌زنیم به همه چیز، دلمون رو گره می‌زنیم به این به اون، وقتی این و اون میلرزه دل ما هم میلرزه، دلمون رو گره بزنیم به خدا،
وقتی عالم به لرزه دل ما نمی لرزه، مثل دل امام حسین در روز عاشورا که نلرزید. بعضی از ما فکر میکنیم برای برپا کردن حق، برای برپا کردن یک حق بزرگ حق داریم حقهای کوچیک رو زیر پا بگذاریم. فکر میکنیم چون هدفمون درسته، چون هدفمون عالیه، هدفمون مشروعه، حق داریم از هر راهی به اون هدفمون برسیم. همون جمله معروف هدف وسیله رو توجیه میکنه یا نمیکنه. اما چه کسی مستحقتر از علی علیه السلام برای اقامه حق؟ چه کسی؟ در جنگ صفین میدونست با دشمن مکاری روبروه، دشمنی که آب فرات رو به روی یاران علی بست تا از تشنگی به زانو در بیان. اما بعد وقتی شریعه به دست یاران علی افتاد، علی اجازه نداد که آب رو به روی سپاه معاویه ببندند. همین اتفاق برای پسرش امام حسین افتاد. امام حسین به دشمنانش آب داد، همون دشمنانی که خودش و یارانش رو تشنه لب شهید کردند. و یا مسلم ابن عقیل در خانه هانی میتونست ابن زیاد رو با یک ضربت شمشیر از پشت بزنه و حکومت کوفه رو به دست بگیره، میتونست با یک ضربت شمشیر مسیر تاریخ رو عوض کنه، اما این کار رو نکرد. چرا؟ چون امام حسین راضی نبود که او این کار رو بکنه. امام حسین راضی نبود مهمان کشی کنه. مهمان کشی ناحقه. امام حسین در برپا کردن حق از همه شایسته تر بود. جون مبارکش رو برای حق داد، اما یک حق رو ناحق نکرد. امروز نباید زیاد حرف زد، باید حرف رو کوتاه کرد. امروز روز حزن. خداوند می‌فرماید رحمت من بر غضبم سبقت دارد. چه خدای مهربانی! چه کسی رو می‌شناسید رحمتش بر غضبش سبقت بگیره؟ خدایا ما رو ببخش و بیامرز. یا امام حسین، thank you.
من مست چشمانت شدم، آن میز جانم مست شد، من مست چشمانت وقفنامه است. هم امضای من زیرشه، هم امضای خواهرم. وقفنامه ساختمان حوضه و باقای گلشن آباد. وقف چه کاری کردین؟ طبق روال گذشته، اون چی که حاج آقا شهیدی انجام میدادن. خب شما مگه برای انجام کارتون به پول این زمینا و باغات احتیاج ندارین؟ پول کار من بعد از جای دیگه ای جور بشه. اون زمینا حق شماست. دادگاه هم که با شماست. من به رأی دادگاه کاری ندارم. خودم میخوام که زمینا رو وقف کنم. پس محبت کنین خودتون این برگه ها رو بدین دست حاج آقا شهیدی. من گرفتارم، درگیر کارهای رفتنم هستم، فرصت نمی کنم برگه ها رو بدم. خواهید برید؟ بله، زندگی من اونوره. در ضمن می ترسم اینجا بمونم باز سرگیر یک بازی دیگه بشم. خانم انصاری، اون چیزی که شما اسمشو گذاشتید بازی، بازی نبود، یه امتحان بود و تو این امتحان شما خیلی چیزا به دست آوردین. خیلی چیزا رو از دست دادم. به هر حال بلیطمو گرفتم، دارم میرم. این زمینا و باغات خیلی ارزش دارن. اما اون چیزی که از همه مهمتره بودن شما کنار دخترتون و خانوادتونه. میراث حاج حبیب این باغات نیست، این زمینا نیست. میراث حاج حبیب خود شما این. شما هر جای دنیا هم که برید بازم یه غریبه محسوب میشید. یه مهاجرید. این سرزمین به شما بیشتر احتیاج داره. آقا رحیم، بالاخره نگفتی چیکار میکنیم؟ چیو؟ شما مثل اینکه دوست داری آدم همینجوری تو برزخ نگه داری. ها خاک اینجا یه جوریه که آدم نمیتونه ازش دل بکنه. شما دوست داری بمونی؟ میمونیم. خدا رو شکر. پس به پیشنهاد حاج آقا شهیدی هم فکر میکنی نه؟ بله فکر میکنم، ولی دیر نکردن؟ نه، دارن میان، با محمد حسین با هم میان. از براتلی چه خبر؟ براتلی خدا رو شکر بارون رسید، دست زنش گرفت، رفت زیارت بیت الله و یواشاش برمیرن. خوبن؟ خوبن، الحمدلله. خدا رو شکر. حاج آقا تشریف بیارید. سلام علیکم. علیکم السلام. خوش اومدید. خیلی خوش اومدید. حاج آقا منتظریم. بفرمایید، بفرمایید. آقا حسین خیلی خوش اومدید. قربان. یا الله خاتم انبیا محمد مصطفی صلوات. سلامتی علمای اسلام صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسیار خب آیون طلبات تشریف برن تو اجرای خودشون کاراشون انجام بدن در اختیار خودشون باشن. به قاعده نیم ساعت دیگه تشریف بیارین در شبستان عرضه. خب حاج آقا مهدوی، این پیشنهادی که من به شما داده بودم اصلا راجبش فکر کردید؟ ولی حاج آقا مسئولیت خیلی سنگینیه. خب من اگر این رو در شما نمی دیدم پیشنهاد نمی کردم. شما محبت دید. آقا احمد علی تشریف بیارید لطفا. هم بفرم حاج آقا. کلید دفتر مدیریت رو بدید حاج آقا، از امروز ایشون مدیر حوزه هستن. باعث افتخار ما خدمت حاج آقا مهدوی باشیم، ولی خودش آقا احمد علی من که نمیتونم خونه خودم نیام، من هستم اینجا درس میدم، خدمت شما هستم. خدمت از ما حاج آقا. چشم من خدمتتون میرسم. یا الله یا الله. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان علیا ولی الله. اشهد ان علیا ولی الله. حی علی الصلاه. حی علی الصلاه. حی علی الفلاح. حی علی الفلاح. حی علی خیر الامن. حی علی خیر الامن. قد قامت الصلاه. قد قامت السلام. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. خداوند متعال حفظش کنه، انشالله که اولاد صالحی باشه براتون. خدا خیرتون بده آجا. خیلی اصرار داشتن حتما بعد از نماز صبح خدمتتون برسه. بهترین وقت اومدید. حالا ما باید با این عزیز جایی بریم. نگاه کن، آفتاب به تو سلام میکنه. طلوع معجزه هر روز خداونده، همش مهر و امید. خداوند به همون میگه من هستم، شما هم هستی. اینجا